سلام، شفیع هستم. به تیمانی خوش اومدید. تو این ویدیو قرار تمام تنظیماتی که برای فعالسازی کسب درآمد از یوتیوب نیازه رو با همدیگه انجام بدیم. پس اگه یک کانال یوتیوب دارید و میخواید ازش درآمدزایی کنید، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. همه این کارهایی که میخوایم انجام بدیم از طریق یوتیوب استادیو انجام میشه. پس حتما اول وارد یوتیوب استادیو بشید. از بخش ستینگ که سمت چپ پایین صفحه شما هستش، از اون بخش وارد ستینگ میشید و اولین کاری که باید انجام بدید اینه که کشور خودتون رو تغییر بدید. حتما سعی کنید یه کشوری که مثلا اصلا مهم نیست این کشور چی هستش، اونجا از بخش ستینگ که وارد میشید بخش چنل و اونجا بیسیک اینفو میبینید که کانتری آف رزیستنس رو نوشته که محل سکونتت رو، در واقع کشور سکونت خودتون رو وارد کنید. اصلا مهم نیست این مورد چی هستش، میتونید کشور فرضی قرار بدید، مثلا میتونید ترکیه رو قرار بدید و اصلا هیچ مشکلی وجود نداره. این کار برای اینه که بخش درآمدزایی کانال یوتیوب شما فعال بشه، چون برای بعضی از کشورها این مورد تحریمه و نمیتونید کسب درآمد کنید. پس یک کشوری مثل ترکیه، آمریکا، هر کشوری که میخواید میتونید قرار بدید و هیچ تأثیری روی درآمدزایی شما یا اینکه مقدار درآمدتون چقدره یا اینکه بعداً به شما گیر بدن نداره. میتونید هر کشوری که بخواید قرار بدید. مورد بعدی اینه که شما از همین بخش چنل در کنار تپای بیسیک اینفو یه بخشی وجود داره که اونجا شما حتما باید شماره تلفن خودتون رو تایید کنید. با تایید شماره تلفن شما میتونید ویدیوهای بالای 15 دقیقه بذارید، میتونید تامنیل براش بذارید، میتونید لایو استریم کنید و موارد دیگه. پس حتما سعی کنید این بخش رو هم فعال کنید تا کانالتون تایید بشه، چون برای درآمدزایی ممکنه به مشکل بر بخورید. پس در این بخش شما شماره موبایل خودتون وارد میکنید و یک کد تاییدی براتون ارسال میشه و بعد از وارد کردن اون شماره موبایل شما فعال میشه و این سه تا موردی که گفتم، در واقع سه تا امکانی که گفتم، مثل لایو استریم و آپلود کردن ویدیوهای بالای 15 دقیقه و کاستوم تامنیل ها براتون فعال میشن. پس حتما سعی کنید این مورد رو فعال کنید. نیاز نیستش که شماره مجازی یا شماره خارج تهیه کنید یا خریداری کنید. شما میتونید با همین شماره موبایل ایران خودتون کانال خودتون رو فعال کنید و اصلا نیازی نیستش که شماره مجازی تهیه کنید و هیچ مشکلی برای درآمدزایی و دریافت درآمد خودتون نخواهید خورد. بعد از اینکه کانال شما کشورش رو تغییر دادید و شماره موبایل خودتون رو تایید کردید، نیازی که اگر محتوایی توی کانال خودتون قرار دادید مطمئن باشید که هیچ کپی رایتی نخورده باشه. خب برای اینکه بدونید محتوایی که قرار دادید کپی رایت داره یا نه، کافیه که وارد بخش کانتنت بشید. اونجا میبینید که لیست ویدیوهای شما مشخصه. از بخش فیلترها شما میتونید کپی رایت کلیمز رو فعال کنید و اگر لیستی براتون آورد اونجا میتونید تو بخش ریستریکشن ها ببینید که کدوم از ویدیوهای شما کپی رایت داره. اگه کپی رایت داره حتما باید اون رو رفع کنید. شما اگه یه موزیک یا یه تکی از فیلم یا قسمت از ویدیو دیگران رو توی ویدیو خودتون استفاده کردید، حتما نیازه که اون رو حذف کنید یا موزیکی که استفاده کردین رو میوت کنید یا اون رو با یکی از موزیکای که خود یوتیوب ارائه میده جایگزین کنید. حتما این کار رو باید انجام بدید تا کپی رایت کلیم روی ویدیوتون برداشته بشه. حتی شما اگه به درآمدزایی برسید و بعداً این کپی رایت کلیم رو دریافت کنید، درآمدزایی اون ویدیو شما به فردی که صاحب اثر اون موزیک یا ویدیو هستش تعلق میگیره. پس حتما این مورد توجه کنید که از موزیکای کپی رایت استفاده نکنید و از ویدیوهای دیگران توی ویدیو خودتون استفاده نکنید. البته یه فیر یوزی هستش که شما میتونید مثلا در حد 10 ثانیه 5 ثانیه از ویدیوهای دیگران بدون مشکل استفاده کنید، ولی بیشتر از این مورد نباید باشه، چون ممکنه که به مشکل بر بخورید و حتی کپی رایت استرایک به شما بدن. حالا در مورد کپی رایت من توی ویدیویی که اینجا قرار دادم صحبت کردم، میتونید برای اطلاعات بیشتر حتما این ویدیو رو ببینید. حالا شاید بگید که من موزیکای بدون کپی رایت رو از کجا تهیه کنم؟ خود یوتیوب، در واقع تو بخش یوتیوب استودیو، شما میتونید از آدیو لایبرری استفاده کنید. اونجا میتونید انواع موزیکایی که برای بک‌گراند میخواید استفاده کنید، ساوند افکت‌هایی که برای بخشی از صحنه‌های ویدیوی خودتون میخواید استفاده کنید، تمام این موارد اینجا وجود داره که رایگان هستش و هیچ وقت کپی رایت کلیم نمیخوره. شما میتونید انواع موزیکا رو پیدا کنید. مثلا اونجا میتونید فیلتر بذارید که موزیکاتون پاپ باشه، جاز باشه، رپ باشه یا اینکه از نوع
هپی باشه، سد باشه و انواع موزیک ها رو شما میتونید اونجا روش فیلتر بذارید و موزیک خودتون دانلود و روی ویدیوتون قرارش بدید. پس از این نظر هیچ نگرانی وجود نداره و حتما سعی کنید که از این موزیک ها استفاده کنید تا در آینده کپی رایتی روی ویدیوهای شما یا روی کانال شما نیفته. حالا شاید شما یه ویدیو از یک دیگه بردارید و داخل ویدیوهای خودتون استفاده کنید، یا حتی شما از داخل شبکه اجتماعی دیگه مثل اینستاگرام یا تیک تاک ویدیوهایی رو بردارید، اونا رو به هم دیگه بچسبونید و هیچ کپی رایتی دریافت نکنید. و شاید اولش خوشحال باشید که بله، من میتونم از این راه درآمدزایی کنم و چقدرم خوبه، چون این ویدیوها معمولا بازدید بالایی دارن. ولی این اشتباه رو هیچ وقت انجام ندید. شاید اولش هیچ کپی رایت دریافت نکنید و هیچ وقتم اختیار کپی رایت نگیرید، ولی برای درآمدزایی کانال شما تایید نمیشه، چون کانال شما رو یک کارمند، یک انسان واقعی میاد کانال شما رو بررسی میکنه، تم اصلیش رو میبینه، ویدیوهای پربازدید شما رو بررسی میکنه، متادیتا رو بررسی میکنه و در واقع کلا بررسی میکنه که کانال شما به چه صورته و از ویدیوهای دیگران استفاده نمیکنید. همیشه سعی کنید که ویدیوهایی که میسازید از ویدیوهای دیگران نباشه، خودتون یه ویدیو بسازید. مثلا نرید از اینستاگرام و آپارات و یا جای مختلف ویدیو جمع کنید و اونا رو بیاید داخل کانال خودتون آپلود کنید بدون هیچ تغییری. این کار واقعا ارزشش نداره. خیلی هستن به من پیام میدن که من میتونم از این ویدیو استفاده کنم، این ویدیو هیچ جا استفاده نشده. اصلا توصیه نمیکنم این کار انجام بدید. همیشه سعی کنید که محتوای یونیکی تولید کنید، حالا از خودتون فیلم برداری میکنید یا از جاهای دیگه فوتیج های رایگان رو که مثلا تو سایت های مثل پیکسلز وجود دارن میتونید فوتیج های رایگان رو بردارید. حالا هر موضوعی که کانال شما داره میتونید بر اون اساس یه ویدیو با کیفیتی رو بسازید. پس هیچ وقت از ویدیوهای دیگران برای ساخت چنین کانال‌های استفاده نکنید، چون هنگام درآمدزایی بر اساس قوانینی که تو سال 2019 از ادسنس وارد یوتیوب شده، شما نباید از محتوای دیگران استفاده کنید، چرا که اختیاری مثل ریوست کانتنت یا ریپیتیتیو کانتنت رو می‌گیرید. پس حتما به این نکته توجه کنید، چون خیلی مهمه. بعضیا کلی زمان میذارن، یه ماه دو ماه سه ماه کلی ویدیو از این ور اون ور آپلود میکنن و خیلی هم خوشحالن که ویدیوهاشون بازدید زیادی میگیره، ولی در نهایت وقتی به مرحله درخواست درآمدزایی میرسه کانالشون رد میشه و کلی سرمایه که گذاشتن، در واقع هزینه که برای اینترنت دادن، هزینه زمانی، اونقدر وقت گذاشتن ویدیو رو آپلود کردن، کاملا به هدر میره. حالا شما تمام این تنظیمات رو انجام دادید، تمام این کارهایی که گفتم رو به کانالتون اعمال کردید، کانال شما آماده هستش، ولی دو تا مورد، در واقع دو تا پیش نیاز رو شما قبل از درآمدزایی باید رعایت کنید تا بتونه از طریق یوتیوب فعال بشه این درآمدزاییتون. چیه؟ این که اول 1000 تا سابسکرایبر رو به دست بیارید و 4000 ساعت ویدیوهاتون دیده بشه. بعضی فکر میکنن که باید 4000 ساعت ویدیو آپلود کنید. نه، اینجور نیست. شما میتونید یک ویدیو 10 دقیقه آپلود کنید و اون ویدیو اگه 4000 ساعت دیده بشه، شما میتونید به مرحله درآمدزایی برسید. در واقع شرایط مانیتایز شما تکمیل بشه. حالا بعد از اینکه این شرایط تکمیل شد، شما میتونید از بخش مانیتایزیشن درخواست مانیتایز رو بدید و اونجا اول شما قوانین پارتنر پروگرام رو تایید میکنید و بعدم باید به گوگل ادسنس وصل کنید. برای گوگل ادسنس گفتم دیگه، چون ما توی ایران هستیم، برای افرادی که توی ایران هستن حتما باید از شرکت های واسطه استفاده کنن، که اینجا ویدیوشو قرار دادم، گفتم که چطوری از کدوم شرکت ها استفاده کنید تا بتونید کانالتون رو مانیتوریز کنید. بعد از اینکه این موارد انجام دادی، البته بگم که به چه صورت روشش، شما به این شرکت ها پیام میدید، کانال آدرس کانال خودتون ارسال میکنید، کانالتون بررسی میکنن. حالا اگه اون شرطی که گفتم از محتوای دیگران استفاده نکردی باشید، شما یه دسترسی بهشون میدید. به چه صورت میان؟ یه ایمیل رو به شما میدن، شما میدید توی بخش سیتینگز و اونجا بخش پرمیشنز اینوایت رو میزنید و ایمیلش رو وارد میکنید و دسترسی منیجر رو بهش میدید. بعد از اینکه دسترسی دادید بهشون اطلاع میدید، میرن داخل ایمیلشون و از اون طریق وارد کانال شما میشن و اکانت گوگل ادسنس خودشون رو بهش وصل میکنن و درخواست مانیتایز رو میدن. حالا معمولا بعضیا گفتن کمتر از 24 ساعت و بعضیا گفتن چند روزی طول میکشه تا کانالشون از طریق یوتیوب
تایید بشه. بعد از این مرحله شما هر ویوی که میگیرید براتون درآمدزایی داره و بخش یوتیوب استودیو شما اونجا بخش اوورویو براتون نمایش میده که چقدر درآمد داشتید و با این تمام با انجام دادن تمام این کارها کانال شما درآمدزایی خودش رو شروع میکنه. پس حتما تمام مواردی که گفتم توی این ویدیو رو توی کانال خودتون اعمال کنید تا هیچ وقت برای درآمدزایی به مشکلی بر نخورید. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشه. یادتون نره که کانال رو حتما سابسکرایب کنید. من سعی میکنم که هر روز ویدیوهای آموزشی بذارم تا بهتون در مسیر یوتیوبر شدن کمک کنم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.